سونی های تندروی بوکوهرا مسئولیت رو بودن صدها دانش آموز را در حمله به مدرسه پسرانه در ایالت کاتسینا واقع در شمال این کشور بر عهده گرفتند. به گزارش شیویوز جمعه شب پس از حمله افراد مسلح به مدرسه شبان روزی مقطع متوسطه در کاتسینا بیش از 330 دانش آموز این مدرسه مفقود شدند. بر اساس این گزارش روزنامه دیلی ناجرین اعلام کرد که پیامی صوتی از ابو بکر سرکرده گروه تروریستی بوکو حرام دریافت کرده است. ابو بکر در آن می گوید گروه وی دانش آموزان را رو بودند چون به گفته او آموزه های غرب برخلاف اصول اسلام است. هیچ مرجع مستقلی صحت و سقم این پیام صوتی را تایید نکرده اما شکا در گذشته نیز پیام های صوتی و تصویری از جانب بوکو منتشر کرده است به گفته شاهدان عینی روز جمعه گذشته مهاجمان با موتورسیکلت وارد شدند و شروع به تیراندازی هوایی کردند که باعث فرار مردم شد به گفته مقامات محلی خدمه امنیتی در مدرسه موفق شدند بخشی از حمله را پیش از رسیدن این روهای کمکی پلیس دفع کنند گارباشه ها سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه نیز در بیانیه اعلام کرد آدم روبایان تماس برقرار کردند و گفتگو درباره حفظ جان و بازگرداندن کودکان به خانه هایشان ادامه دارد